تماشای طوفان‌های خورشیدی پدیده بسیار شگفت‌انگیزه، اما فوران بعدی این سطح از انرژی خورشید میتونه آسیب مستقیمی به سیاره زمین بزنه و طبق آخرین اطلاعات میتونه موجب قطعی اینترنت جهانی بشه، اونم به مدت چندین ماه. خانم سنگیتا عبدالجیوتی محقق و استادیار دانشگاه کالیفرنیا هستند و تو آخرین کنفرانس اطلاعات ارتباطات سیکام 2021 همچین گزارشی رو ارائه دادن که در طوفان بعدی خورشیدی یک سوپر طوفان اتفاق خواهد افتاد که به موجب اون آسیب‌های جدی به سیاره زمین میرسه. یکیش قطعی جهانی اینترنت خواهد بود. قبل از اینکه هول و ورا برامون داره و بترسیم که داستان چیه، اول باید بدونیم طوفان خورشیدی چی هست. سلام، من هورا نیازی هستم. خوشحال میشم اول ویدیو رو لایک بکنید، در مرحله دوم مطمئن باشید که کانال سابسکرایب میکنید تا هر چه سریعتر و اشیومنت 100,000 نفره برسیم، اون لوح زیبای یوتیوب رو بذاریم یه گوشه قابمون باهاش پوز بدیم. دمتون گرم. اما طوفان‌های خورشیدی چی هستند؟ فوران‌های عظیم پلاسما، اجزا و ذرات باردار که از سمت خورشید به فضا پرتاب میشن. این میشه تعریف طوفان‌های خورشیدی. این فوران‌ها شامل شعله‌ها، لکه‌های خورشیدی و خروج توده‌های کرونایی هستند یا CME. این CME ها میتونن چندین میلیون کیلومتر در ساعت سرعت داشته باشن و تنها ظرف 13 ساعت به زمین برسن و اگر به مقدار کافی بزرگ باشن میتونن به جو زمین غلبه کنن. ذرات مضر طوفان‌های خورشیدی میتونن میدان‌های مغناطیسی خودشون رو تولید کنن که در نتیجه اون میدان مغناطیسی زمین تحت تأثیر قرار میگیره. همچنین این امکان هم وجود داره تا ذرات طوفان خورشیدی در جو زمین دفن بشه و شفق قطبی به وجود بیاد. اما از همه اینا مهمتر، ممکنه موجب ایجاد موج عظیم الکتریکی در شبکه‌های برقی بشه، به نوعی یک برق مازاد و خرابکار که در خط لوله‌های برقی جریان پیدا کنه. اما حرف حساب این تحقیق چیه؟ عنوان تحقیق این هست: سوپر طوفان‌های خورشیدی، برنامه‌ای برای آخرالزمان اینترنت. خلاصش این میشه که در دهه آتی بین 1.6 تا 12 درصد احتمال وجود سوپر طوفان‌های خورشیدی داره که به موجب اون اگر این امواج به سطح زمین برسن، نه تنها اینترنت جهانی قطع میشه، بلکه به زیرساخت‌های اینترنت صدمات جدی وارد میشه و از اون مهمتر ممکنه موجب قطع شبکه برق جهانی بشه و دنیا به خاموشی بره. به علاوه اون، ریپیترها و کابل‌های بزرگی که برای ارتباط بین قاره‌ای اینترنت زیر اقیانوس‌ها قرار گرفتن از این آسیب در امان نخواهد موند. قسمت ترسناکش اینه که دنیای کنونی کاملاً به تکنولوژی وابسته است، خصوصاً اینترنت. نکته بدش اینه که طبق تاریخ هیچ کدوم از طوفان‌های خورشیدی قابل پیش بینی نبودند و همین قضیه هم برای این طوفان خورشیدی وجود داره. زمانی برای اون مشخص نیست. میدونم که تا اینجای ویدیو خیلی جذاب بوده، ولی لازم به ذکر بهتون بگم این دست ویدیوها به صورت رایگان ساخته میشه و هیچ اسپانسری نداره و برای ساخت اون ساعت‌ها ضبط جلو دوربینش طول میکشه، ساعت‌ها تدوین تصویرش طول میکشه. خوشحال میشم و افتخار میکنم اگر شما از این ویدیو حمایت کنید با لایکتون و اشتراک گذاری. بریم ادامه ویدیو. سوال اینه، آیا قبلا چنین اتفاقی برای زمین افتاده؟ در شرایط فعلی اطلاعات کاملی در دسترس نیست، اما در طول تاریخ فقط 3 طوفان بزرگ خورشیدی ثبت شده که در سال 2014 جدیدترینش اتفاق افتاده و صدمه جدی به زمین نرسونده، اما بزرگترینش مربوط به سال 1859 میشه که با نام کرینگتون شناخته شده. این طوفان عظیم خورشیدی موجب شد که تمامی قطبنماها در سراسر جهان از کار بیفتن، سیم‌های تلگراف آتیش بگیره و شفق قطبی که پدیده آسمانی در قطبه، نه تنها در قطب پدیدار بشه بلکه تا خط استوا هم دیده شده. بعدی سال 1989 بود که آسیب اون قطعی شبکه برق کبک بود و به موجب اون 12 ساعت میلیون ها نفر در آسانسورها و تونل های زیرزمینی گیر کردند. در مارس 2021 برخی از محققین گزارش هایی از طوفان بزرگ خورشیدی سال 1582 رو با هم به اشتراک گذاشتند. پرو روی سوارز، نویسنده پرتغالی قرن 16 لیسبون، چنین می‌نویسه: آتش بزرگی در آسمان رخ داد که روی به شمالگان داشت و 3 شب به طول انجامید. گویی تمام آن قسمت آسمان در شب در حال سوختن در آتش بود. هیچ کس تا به حال چنین چیزی ندیده بود. شعله‌هایی که دیده می‌شدند هر کسی را می‌ترساندند. روز بعد در همان زمان آسمان باز آتش گرفت، اما شعله‌هایش به ترسناکی روز گذشته نبودند. مثال این اتفاق در ژاپن هم روی داد و شاهدین گفتند که آسمان کیوتو قرمز رنگ و ترسناک بود. همزمان چنین گزارش‌هایی در لایپزیگ آلمان، یچئون کره جنوبی و چند شهر دیگر در اروپا و آسیای شرقی دیده شدند. اون روزها در سال 1582 کسی نمی‌دونست در آسمون داره چه اتفاقی می‌افته و این وقایع مهم تاریخی رو به افسانه‌ها ربط دادن. با این همه دانشمندان بر اساس
اساس رویدادهای تاریخی بر این باورند که هر قرن یک بار یک طوفان خورشیدی رخ میده. این انفجار آتش که به شکل اسب دریایی هست از بخشی فعال بر روی خورشید در تاریخ 7 آگوست 1972 ثبت شده. یکی از قدرتمندترین طوفان‌های خورشیدی سال 1972 که بر روی زمین هم تأثیر خودش رو بر جای گذاشت. مثل اختلال‌های گسترده در شبکه برق و ارتباط آمریکای شمالی. امیدوارم این ویدیوی علمی و به نوعی جذاب و ترسناک براتون کارآمد و مفید بوده باشه. تمامی داده‌های وارد شده از منابع بسیار معتبری بودن که در سراسر اینترنت پخش شده و مقاله‌ها رو جمع‌آوری کردیم و خلاصش رو تقدیم شما کردیم. ارادتمند شما، هر شبانه روز، هفت روز هفته، احورانیازی.